فاجعه بدتر از 11 سپتامبر در امریکا. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از کانال سمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. اندپندنت پرژن گزارش میدهد تعداد قربانیان کرونا در نیویورک از کشته های 11 سپتامبر فرا رفت. پیشبینی شده از در 7 روز آینده موارد ابتلا به اوج خود برسد. با عبور شمار موارد مرگ در ایالت نیویورک از شمار قربانیان حملات 11 سپتامبر، این ایالت تخمین زده است که وضعیت ویروس کرونا در آن ظرف 7 روز به اوج برسد. اندرو اوکومو فرمانده ایالت و دیگر مسئولان همواره گفتند که وقت انتشار ویروس کرونا در ایالت نیویورک به اوج برسد. این ایالت به تخت‌های مضایف در بیمارستان برای مقابله با ویروس مرگبار نیاز خواهد داشت. این نقطه حوج همچنین به معنای نیاز بیشتر به دستگاه‌های کمک تنفسی و دیگر تجهیزات است که ایالت برای رسیدگی به بیماران نیاز دارد. بیشتر تاریخ اوج همگیری در نیویورک در ماه اپریل از 7 روز به 14 و سپس 21 روز تغییر یافت. آقای کوومو روز شنبه در گفتگوی روزانه با رسانه ها گفت که رسیدن به نقطه اوج همگیری طی 7 روز آینده پیش بینی شده است. او گفت هنوز به نقطه اوج بحران نرسیده ایم، ولی داریم نزدیک می شویم. پیشبینی ما در بررسی وضعیت این است که این وضعیت در 7 روز آینده را خواهد داد. او گفت از یک طرف هم می گویم شاید بهتر باشد به نقطه اوج برسیم و از آن عبور کنیم. البته هنوز برای این وضع آماده نیستیم. برای نقطه اوج آماده نیستیم. هرچه بیشتر وقت داشته باشیم برای افزایش ظرفیت بهتر است. پس از رسیدن به نقطه اوج، موارد ابتلا کماکان در حال افزایش خواهد بود و مردم همچنان در بستری شدن نیاز خواهند داشت. اما در عین حال معنایش این است که نیویورک پس از آن به زودی و به شکل روزانه با افت شمار موارد ابتلا مواجه خواهد شد. شمار کلی موارد ابتلا به کووید 19 در ایالات نیویورک 113,704 نفر است و این ایالت در روز جمعه با 10,841 مورد جدید ابتلا با بیشترین شمار ابتلا در یک روز همراه بود. در این میان 3,565 نفر جان باختند و به این ترتیب شمار موارد مرگ بر اثر ابتلا به ویروس کرونا از شمار قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر فراتر رفته است. موارد مرگ بر اثر ویروس کرونا در شهر نیویورک 2,624 نفر است. در ایالت نیویورک، شهر نیویورک بیشترین موارد ابتلا را داشته است، اما یک کانون دیگر در لانگ آیلند در حال تشکیل است. آقای کوومو گفت درصد ابتلا در شهر نیویورک به نسبت موارد ابتلا در کل ایالت در حال کاهش است. ما باید ردپای انتشار ویروس را دنبال کنیم و بنا به آمار نیروهای ما را اعزام کنیم. فرماندار نیویورک همچنان گفت پذیرش در بیمارستان به 15,905 نفر در مجموع و 4,126 نفر در بخش مراقبت های ویژه افزایش یافته است. او در عین حال ابراز امیدواری کرد که 2-3 افراد بستری شده پس از مراحل درمان اولیه در حال ترخیصند. به منظور پاسخدهی و انتشار فزایند ویروس، ایالت نیویورک شمار تختهای بیمارستانی، تجهیزات و کادر درمان را افزایش داده است تا هر بیمار به شکل مناسب مورد درمان قرار گیرد. در شروع همگیری نیویورک 53,000 تخت آماده داشت، اما این رقم به 80,000 تخت افزایش یافته است. مرکز همایش بزرگ شهر نیویورک موسوم به جوویتس سنتر به افزایش ظرفیت تخت های بیمارستانی در این ایالت کمک کرده است. دولت فدرال امریکا این محل را به مرکز با 2500 تخت خواب برای درمان بیماران کووید 19 تبدیل کرد.
آقای کومو گفت که این مرکز را دولت فدرال برپا کرده است و اداره خواهد کرد. او گفت این کار بار عمده را از دوش برمی دارد. ایالت اورگان و کشور چین نیز دستگاه تنفسی به ایالت نیویورک اهدا کردند. اورگان 140 دستگاه کمکی تنفسی داده است و 1000 دستگاه دیگر هم از چین وارد نیویورک شده است. آقای کومو گفت این کمک بزرگ است و برای ما به معنای تغییر چشمگیری است. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر. بدرود.